قرآن عطا باید آپدیت شه، قرآن به تغییرات بیاره. باید با چیز خوب نیست خط کردن دیگه. من سرزمین بحث میکنم. سنگسار زن ما نیاز نیست می پنج وقت نماز بخونی. مجبور نکنه کسی را که تو باید روی خدا بپوشانی. دیگه یک زن بسیار لوچ است و یک زن حجاب دار است، کدام شرسی میکنی؟ شخصا خودت بگو تا معرفی گو فرموسیم چیز. با نامی از من گفور است، بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام که مثلا درباره مسلمانی ریفورمیست گفوزم. امیر تشریک و ریفورمیست مسلمانی چی؟ ریفورمیست معناش یه است که ما نمیتونیم که پیروی صحابه، پیروی پروفیت محمد، پیروی از اونا نباید باشیم، نمیتونیم که از اونا پیروی کنیم. باز تعریف مسلمان چی شد؟ تعریف مسلمان تو میتونی آپدیت کنی چیزا را. مثلا چی را میخوای آپدیت کنی؟ میخوای همه چیزا. مثال گفت ما نمیتونیم که پیروی حدیث باشیم، به خاطر که این حدیثی که امروز مثلا طالبا در افغانستان میگه این چیزا همه چیز از حدیث آورده که مثلا روی خدا بپوشن. خودت قرآن رو تعقیب نمیکنی؟ قرآن عطا باید آپدیت شه، قرآن به تغییرات بیاره. باید چیزی که مثلا در نفع ما و شما است میتونی که فالو کنیم، ولی که در نفع ما و شما نیست. باید نباید. دیجا نامت از یادم رفت. غفور. غفور جان، دیجا چندین سوالات پیدا میشه. اول کسی میگه من مسلمان هستم، تعریف مسلمان چیست؟ که من الله را قبول دارم، احکامات الله را قبول دارم، الله سبحانه وتعالی پیغمبر را وانپور را قبول دارم، کتاب را قبول دارم و سرزی ایمان دارم که الله غالم الغیب است، عالم الغیب است، سر قیامت و همه چیز که در قرآن گفته شده، در حدیث گفته شده، او را من قبول دارم. ایش یک تعریف مسلمان برد کردم. اگر آلی فکر میکنی چیزا باید تغییر بخوره، مثلا در جایگان چیزا فکر میکنی در قرآن حدیث باید تغییر بخوره، کدام چیزا فکر میگین تغییر باید بخوره؟ مثال بهم بدین. به خصوص حدیث، حدیث باید تغییر. در حدیث به چی تغییر بخوره؟ مثالی که یک پوینت خود بپوشنی. یک پوینت دیگه مون نه. خودت گفتی که مثلا چیزی که با ما خوب است او باید بانه و چیزی خوب نیست با ما اوس شوه. سوال دیگه است که چه رقم میفهمیم چی با ما خوب است و چی با ما خوب نیست؟ میره ما خیلی روشن است، پاک است. آدم میتونه که مثال چندین مثال اگر مثال قد کردن دست، اوکی، قد کردن دست هست این رقم پاک کلر این در قرآن هست. خب ما اینا رو باید او طرف کنیم، نباید پیدای قرآن. شما میگین که این چیز خوب نیست. چیز خوب نیست قد کردن دست. من سرزمین بحث میکنم. سنگسار زن اینا چیزا در حدیث هست، اینا رو ما نباید. بیا امین قد کردن دست بحث کنیم انشاءالله، درست هست؟ در اسلام میگن حدود. حدود از حد آمده که حد یعنی لیمیتیشن، سه چیز لیمیتیشن حد میمونی. قد کردن دست اینطوری نیست که یک نفر یک جای گرفتی دوزی کرد و دستش قطع کرد، اگه او پاپولان دوزی کرد. در اینجا اصول فقه باید تطبیق شوه و بازی داشته که این نفر قطع نشوه، لیکن ما میایم چندین اصول باید تشریح میکنم. اول که یک کسی دست قطع میشه، علما در اینجا چندین دفعه یک نفر دوزی گرفته شده در وقت امام بن خطاب و وقت گشنگی بود، یک کس دست قطع کردن نمیتونی اگه او از گشنگی دوزی کرده باشه. الف، یک کس دست قطع کردن نمیتونی اگه او مجنون باشه، چون مجنون است. و حتی علما هم میگن که اگر از او از 20 گرم از 20 درهم یا دینار او ولیو یا چیز زیاد باشه، تقریبا در دلار برد بگویم 120 دلار میه. اگر از او که ولیوش کمم باشه یک کس چیز دوزی کنه، فقها او دستش قطع نکردن. یک نمبر 2، چرا اسلام میگه دستش قطع کنند؟ یک سوال بسیار خوب است. این به این معنا نیست که یک نفر دوج هر جای دوزی کرد گرفته شد دستش قطع میشه، نه، او باید دیده شود چرا دوزی کرد، گشنه خو نبود، اسلامی حکومت برش از بیت المال پیسه داده بود یا نده بود، برش کمک کرده نکرده، یعنی چندین چیزا در نظر گرفته میشه پیشی که دست یک انسان قطع شود. حالی من سوال میکنم، امیره خودت میگی فکر میکنه که سیستم غربی که هست بهتر است به خاطر که اسلام قطع میکنه. بیا مثال امریکا برد میگم. نه اجازه بده. امیر غربی امیال میام نه چیزی که وجود داره در دنیا امروز. ما برد یک مثال میدم. یک نفر موتر دوزی کرد، درست است؟ گشنه نیست، پیسه دار است، دوز است، موتر دوزی کرد. در سیستم غربی او میره بندی میشه، درست است؟ 20 سال، 50 سال، 40 سال، 10 سال. خودت به حس یک فرد مترد دوزی شده، مترد رفت.
اگه اینشورنس نداشتی موترتم پاس نمی، اگه فول اینشورنس نداشتی او میره بندی میشه. کدام وقت او بندی میشه پاس از پیسی تکس خودت با او 20 سال باز نان داده میشه. و کدام وقت 20 سال بعدم از بندی خانه برآمد او در زیر پریزنر این میت مندازن، وظیفه گرفتن نمیتونه، خانه خریدن نمیتونه، بانک اکانت باسانی جور کردن نمیتونه، او مجبور میشه سیستماتیکلی که پس رو دوزی بکنه و پس در بندی خانه بره. به می خاطر در بندی خانه امریکا یک پرایویت اندستریز که مردم میلیون ها دلار پیدا میکنن، اگر خودت ایره بخوانی تقریبا 4 میلیون یا چند میلیون مردم در امریکا بندی هستن و یک کلانترین اندستریز. اولی من یک سوال دارم، از خودت یک دفعه دوزی شد موترت برده شد، دوباره از پیسی خودت از تکسیس خود برده میشه، او باش نان میدن کره بندی خانهش میدن که او گارد پیسیش داده میشه، دوجه نگاه میشه یک دفعه اون نفر از خود دوزی کرد و دفعه دویم دولت از دوزی کرد پیسی گرفت از دوز مصرف کرد. حالی ای بهتر است که یک نفر دوزی کرد، علما سرش فیصله کنن، گشنه خونه بود، چیز مشکل است، یک دفعه معافشم کنن. اکثر وقتا مردم معافم شدن. یک هیستورین میگه، یک تاریخ دان، که در وقتی از محمد صلی الله علیه و سلم تا تقریبا 1925 1953 تقریبا 8 تا 10 قطع شده در 14 سال. لیکن در وقتهایی که مثلا صحابه اجمعین و همچنان خلفا بودن دوزی بسیار کم بود. دوزی هم به خاطر دستش قطع نمیشه که تا او دوزی کرد قطع دوزی نخواد کرد. این درس خواندن به دیگران. امروز ایره بگو که ای خوب است یک نفر دوزی کرد، سر خود ظلم کرد، دستش قطع شود دوزی نشود، و ای خوب است که او 20 سال در بندی خانه بره، باز یک میبره 70 سال است، زندگیش بی‌معنا شد. کدامش خوب است؟ نه اصلا کامل فرق میکنه. ما اجازه بده با یک چیز خود میتونی بسازی. بس بس قانون بساز. قانون خود یک نفر که دوزی کرد اسلام این را باید واضح کنه. 5 سال میره زندان. خب 5 سال میره زندان. این را بگو، میفهمی سر یک بیسکیت مردم 5 سال زندان رفتن، لیکن در اسلام سر بیسکیت دست قطع نمیشه. کوئی چیزو که اصلا از گشنگی نه یه چیزایی که میگه نه سر حدیث بحث میکنیم. سر حدیث بحث میکنیم بخاطر در اسلام فقه از قرآن و حدیث گرفته شده و اجتهاد علما سرزی شده. لیکن مقصد ما چیز سر یک بیسکیت در اسلام یک نفر بیسکیت دوزی کرد گشنه بود، در غرب چی میسازو؟ بندی میشه؟ نه در اسلام چی میشه؟ معاف میشه. حدود به یک نفر نیست که او میره یک بیسکیت و پاپول یک جه چیز دوزی میکنه. نه، او باید یک دوزی درست کرده باشه. و یک چیز دیگه، اگر یک چیز از بیرون دوزی که سرزو هم دست قطع نمیشه. دهی شاید زیاد مردم در ویدیو اختلافات نشان بدن، لیکن ریسرچ کنن تا که خانه را مثلا یک کسی جای داخل نشده، یک چیزی که بسته بوده و او را نکشید سرزو دست قطع میشه. حتی 3 نفر غلام بودن، گاو یک نفر را دوزی کردن و خوردن و اونا آوردن دست قطع شد بخاطر گاو دوزی کردن. کدام وقت که اونا را مطالعه کردن چرا گاو میگه؟ بخاطر که به امره کسی ما کار میکردیم و به ما نان نمید و ما گوش نبودیم، گاو رو دوزی کردیم و اونا معاف شدن و مالک اون نفر مردم هم غلام ها را شکنجه کردن. این هیستوریکل فکت است از ابن عمر. یعنی سوالم دیجاست، یک نفر که 50 سال در بندی خانه میره، او خوب است با موتر دوزی کردن و دوباره 50 سال سو پیسه گرفتن از جیب خودت، او خوب است یک نفر که زندگی چرا خطر کنه؟ کدامش خوب است؟ او خود زندگیش قطع میشه. او خود زندگیش 50 سال در چی رفت؟ کدامش خوب است؟ من فکر من هیچ کدومش خوب نیست. نه یک مدل دیگه نشان بده. کدام مدل خوبه؟ قانونی مثلا نشان بده. قانونی که مثلا خود نشان بده. نه قانونی چی رو بسازیم؟ مثال کشور، یک مثال بده. یک نفر که دوزی کرد 5 سال، یک مثال یک سال بعد امیال جریان داره. مردم 5 سال میرن، 20 سال میرن، 50 سال میرن. ایره بگو که یک نفر کل اندامش قطع کنیدن مندی خانه بندازی و کدام وقت که برای یک پیر باشه و یا دستش قطع شده دیگه از زندگیش پیش بره، خب کلش اندامش قطع که 50 سال خویی خیلی یک بسی طولانی است. نه خب یعنی خودت میگی که ای باید در قرآن نباشه. یک مثال بده. نه خویی را ما نمیتونی که پیروی ازی باشیم. پیروی قانونی خود بسازیم. ما گفتیم دیگه امور را پیش کنیم. 5 سال قانون میسازیم. 5 سال به هر نفر خود درست است. باز یک کار میکنیم. نه یک کار میکنیم. یک نفر 2 میلیون دلار دوزی کرد. چند سال بعد عمرش بعد
و اون نفر که زودش به او پس پیسه هم نمیرسه، در قانون که امروز دنیا وجود داره به او پیسه نمیرسه. او کسی که دوزی شده نمیرسه. نه ما قانون خودم میسازی. نه یا چیزی که نه یا اول در قانون فعلی شریعت باید مشکل پیدا کنی، حالا که خودت قاضی باشی فیصله کده میتونی که من این نفر را معاف میکنم. قانون اسلامی رو اجازه میده، لیکن با ما یک کیس در قانون دنیا نشون بده که یک نفر دوزی کده و او معاف شده، یک خورشفت خوری و چیستا نیست. دنیا رو غلط میگه، بازی خاص قانون نیست. لیکن در شریعت این امکانات داره که قاضی فیصله کنه که معاف شد. به این خاطر گفتن نمیتونه، شریعت آوردیتد است. یعنی بیم با خوی چیز مثال دویم بوده. اول مثال دادی حدود چیزی که دیس خط کردم بوده. او رو خلاص شد. آفرین خلاص شد. دیگه دوم نگیشی حجاب. برای حجاب میری یا برای سمسار؟ میتونیم بریم. در کدامش انتخاب میکنی؟ برای حجاب. اکسلنت. حجاب بخاطر که نال افغانستان خیلی خوب. زنو باید بحث حجاب است. بسیار خوب. حجاب اصلا یک بی‌معنا است. بعضی اگر میخواه حجاب بپوشه این مشکلی نداره. خب عالی میم. اول خودت میگی حجاب باید باشه یا نباشه؟ باید آزاد باشه. اگر میخوایی یک مشکل نداره، تو میتونی okay. مثلا چادر okay. بپوشی، ولی okay. مجبور نکنه کسی را که okay. تو باید روی خودت بپوشنی، این رقم کنی، این چیزا مجبوری نباشه. با خوب. یک مسلمان اوسط که یک زن نمیتونه مجبور کنه که حجاب بپوشه. ولی خود میالا میم او رو میم. لیکن یک نظام میتونه مردم مجبور کنه که حجاب بپوشه، مثل که فرانسه مردم مجبور میکنه که حجاب بکشن. مثل که امروز در غرب در کشورها مثل فرانسه بهترین مثال است. اگر یک زن با حجاب فانتون رفتن نمیتونه، در مکتب رفتن نمیتونه، یعنی زیاد چیزا کردن به خاطر که حجاب داره. و ای یک حکومت هایی فیصله میکنن. در شریعت اسلام قانون میتونه سر یک زن بگویه که حجاب بپوش، با یک مرد بگویه که ای کارو بکو. به خاطر چرا؟ فرانسه تعقیب میکنه چیزی که خود انسانی را جور کرده. شریعت اسلام تعقیب میکنه چیزی که الله گفته. اگر خودت فکر میکنی که الله سبحانه و تعالی میتونه کائنات خلق کنه، میتونه همه چیز در کوز مرز ما، اگه او ملکی به گلکسیز است، اگه او فیزیکس است، اگه او گراویتیز، همه چیز درست جور کرده میتونه، و فقط به انسان ها جور کرده نمیتونه که چه رقم لباس بپوشین، حجاب بکنین نکنین. ای باز عجیب است. اگر کس قبول میکنه که الله سبحانه و تعالی خالق این کائنات هست و ما مخلوقش هستیم، او میتونه قوانین همه چیز دیگه جور کنه به دنیا، فقط با ما انتخاب کردن نمیتونه چی جور کنه. ده حجاب پوشیدن اصلا کدوم بدی نیست. ما برات مثال میگم. یک خانمی که حجاب میپوشه، من از خود سوال میکنم، عروسی کردی؟ نه نکردی. ده اینجا یک زن بسیار لوچ است، بسیار لوچ است، فقط بکینی زاره خلاص اوکی؟ و یک زن حجاب دار است، کدوم عروسی میکنی؟ شخصا خودت ما میتونیم با اردوش انتخاب کردم. اردوش نه اجازه بده. نه مجبور نمیکنیم که مثلا حجاب بپوشیم. نه اجازه بده. یک زن در بیکینی میفهمی؟ شد زیاد دوبارهش فکر نکنه. و یک زن با حجاب است و خود انتخاب داری که یک دونه شورسی کنی، کدام انتخاب میکنی؟ من میتونم که مثلا با اردوش آرسی کنم، با یکیش، با کدامش، هر کدومش مرا بخواید. خب اردوش تو را میخواید، انتخاب خود چیست؟ هر کدومش عدالت خواست اردوش تو را میخواید. من اور مجبور نمیکنم. نمیکنی؟ نه انتخاب خود چیست؟ من انتخاب خود من. کدامش انتخاب میکنی؟ خوین اگر مثلا یک کشور مثل افغانستان، کشور اسلامی، نه دمی انگلستان، یک خانم، یک مثال، ده خانم ده ساده، دو تا خانم ها ساده هستن، یکی ده بیکینی، یکی ده حجاب. اردویش میخواه که امره خود آرزو کنن، خودت کدامش انتخاب میکنی؟ خب بعضی نفرات کسایی که اینجا در دنیا آمده ای امو بیکینی رید. خودت، من مثال برد میگم، من خود که مثلا در افغانستان به دنیا آمده او حجاب داره. خلاص، چرا؟ خاطر که فرهنگ نه بخاطر گوش کن.
ما با همراه بسیار مردم صحبت کردیم. خب حجاب اصلا تعریف ماست به حیث یک انسان. حجاب به حجابی کدام ترقی نیست. دخترایی که به حجاب مثلا نه در راه میگردن متوجه شو، اگر سکرتش هم دارن پایین میکنن کدام وقت خطا میشن، میگن که این نچرل نیست. کدام جایی که میرن میفهمن که چیز نچرل نیست و بنا حیاشون می خود پایین میکنن. و این حجاب فقط با زنان نیست، این با مردم است. مرد باید چشم رو کنترل کنه. یعنی مقصد این چیز حجاب با خوارا یک چیز عذاب نیست، یک شفقت است. من میتونم تا فردا بحث کنم که حکمت های حجاب چیست. نمبر 1، زنان که حجاب میپوشن کم دپرس هستن، به خاطر به زیاد تشویش نکنن که چه رقم موی خود جور کنن، چه رقم میکاپ کنن، پشت اتنشن مردا بگردن، توجه مردا بگردن. اونا کم د منتل پرشر هستن. برین مدل ها شما بخونین، د یوتیوب برین ترانسمیشن بخونین. نمبر 2، حجاب ها همیشه پروتکتد احساس میکنن، محفوظ احساس میکنن. نمبر 3، تعریف مسلمان هست که کسی که حجاب داره تعریف یک زن مسلمان است. نمبر 4، با حیاست ما یک مرد در دنیا کافر مسلمان ندیدیم که انتخاب کرده باشه که یک زن با حجاب بی حجاب انتخاب کنه باروسی. به خاطر چرا مرد سایکولوژی مرد چیز کدام وقتی ما یک شارت ترم سکشوال پارتنر میگیریم ما پشت زن بی حجاب میریم. این سایکولوژی مردای ماست. کدام وقت که ما لانگ ترم که میخوایم امرش اولاد داشته باشیم، میخوایم فامیل جور کنیم، ما پشت زن میریم که با حجاب است، اخلاص داره، مودستی داره. و حجاب به معنی نداره که تکرار کلید بنداز خلاص شد، نه. باید امرز و اعمالت، حرکاتت، گپایت کلش ده حجاب باشه. حجاب اصلا میگن کاور کردن. متوجه هستی؟ نه آفر خوبه. اولی که مثلا من میخوام کمی قانون فرانسه را یک قانون پیروستی است، خب دموکراسی نیست، خب یک قانونی است که مثلا خود فرانسه ساخته، یک قانون قانونی که خودت امید داری در کدام دنیا هم تطبیق نیست. اونوس اینا قانونی که است که من میگم مثلا خود ما مادی ساختیم که کسا مجبور نکنه. بعضی زنا که واقعا میخواد حجاب بپوشه هیچ مشکل نداره. من پیش برد گفتم که یک مسلمان عادی سر یک مسلمان دیگه فشار نمیتونه بیاره که حجاب بپوشه، لیکن یک نظام میتونه. و این نظام غلط است. چرا غلط است؟ به خاطر چرا خودش اون نظام نه، اما خود ساخته نه، اما خود گفتی که ما باید خودمون بسازیم. نه خو قانونی مثبت نیست. نه خودت فکر میکنی. آلی ما میگیم ما امره خود راضی استم. آلی ما امره راضی استم که یک نفر باید انتخاب داشته باشه. درست است، راضی شده، مشکل نیست. لیکن این خود نظر خودت است. یک نفر دیگه نظر داره که این باید ما انتخاب باید نداشته باشیم. باید صد مردم فشار بیاد. لیکن چطور بفهمیم چی درست است؟ اگر نظریه شخصی رو بگیریم، هیچ وقت انسانیت نمیتونه سر یک چیزی راضی شوه. همیشه اختلاف پیدا میشه. به می خاطر ما یک بیرونی کس را نیاز داریم که ما بگویه که چطور زندگی خود پیش بریم. و او بیرونی باید غیر موضوعی باشه، غیر موضوعی ابجکتیو باشه، یعنی او محدود به حالت ما نباشه. و او بیرونی کی شده میتونه؟ هیچ کس بهتر نمیتونه شوه کسی که ما را خلق کرده. خداوند فهمی چی میگم؟ نه اگر خودت انتخاب کنی، یک انتخاب خودت است. 20 نفر یک جای کو ما باید مثال میدم. اگر خودت میگی بگویی که مردم باید انتخاب کنن، در آلمان در جنگ بسیار 1947 انتخاب کردن آلمانی ها، نازیس آلمان ها، که یهودی ها باید کشته شوه. انتخاب خوب بود؟ نه. خب باز خودش انتخاب کردن. اگر همه چیز به انتخاب انسان ها میمونی، به یک نتیجه درست نمیرسی. هیچ وقت در تاریخ انتخاب از مردم همیشه مثبت نبوده. فهمی چی میگم؟ نه؟ به می خاطر ما نزول نیاز داریم مثلا پیروی حدیث باشیم، پیروی الله سبحانه وتعالی باشیم. اگر ما قرآن تعقیب میکنیم، حدیث تعقیب میکنیم، باز میتونیم به یک غیر موضوعی حقیقت برسیم و او را تعقیب کنیم دو کمه بیماست. خیلی خوب خلاص شدی؟ مسئله حجاب؟ بله میتونیم. خیلی حالا چیزی بعدی ما که هستن؟ تاپی که بعدی ما که باشه درباره نماز. درباره نماز این خیلی مهم است. بله بفرمایید انشاءالله. مثلا نمی 5 وقت نماز ما نیاز نیست، نمی 5 وقت نماز بخونیم.
خب چرا نیاز نیست؟ به خاطر که خدا نیاز نداره داره. اوکی؟ اوکی، پوینت خوب است. خدا نیاز چی نیاز داره مثلا برای ما شما فقط پنج وقت نماز برو بالا برو پایین نه. خب چی باید کنیم؟ اگر خواست بخوان اگر اصلا کمکش نمیکنه این نماز. خب کدام وقت خود اوکی. چقدر وقت میشه که پنج وقت نماز نخوندی؟ خود زیاد میشه. خب من نماز خوندم زیاد. هیچ کمک نمیکنه. چند سال میشه که نخوندی تقریبا علی؟ هیچ نخوندی. والا چند سال اور نه مثال برات میگم. نه 5 سال. دیگه علی موضوع ماندی موضوعی. نه نه نه. موضوعی شد نه؟ که مردم باید نماز نخونه. نه نه. مم. آفرین. علی گفتی نظرت مردم باید نماز نخونه. نه یک رقم میکنیم که مثلا اگر میخواد بخونه بخونه. خب. ولی باید انتخاب کنه. کی انتخاب کنه؟ خود مردم. پیش گفتم مردم انتخاب درست کردن نمیتونن. مردم خودت یک چیزی که فکر میکنی که با خودت خوب است چی تو میفهمی برات خوب است، یک چیزی که فکر میکنی که این باید شوا چی تو میفهمی که مو باید شوا. یعنی این یک سوال بسیار خوب است. اگر فکر میکنی که ما کافی عقل داریم و این فیصله رو کردن میتونیم، با سوال پیدا میشه کی برات عقل داده. اگر تایید میکنی خداوند تاییده، خداوند میگه نماز بخوان. نه نه ولی من میتونم سر حکمات نماز بحث کنم. از نگاه منطق برد میگم، از نگاه منطق اگر قبول میکنی که ما عقل داره میتونیم فیصله کنیم، با سوال میای که عقل برد کی داده؟ چطور میتونی سر فیصله خود اعتبار کنی که فیصله درست میکنی؟ میای که به خاطری که ما عقل داریم، با سوال بده میشه عقل برد کی داده؟ خدا با خدا میگه نماز بخوان. با خدا کس مشکل نداره. خب با خدا میگه نماز بخوان. نه واقیم الصلاة و آتوا الزکات. نه این نمازی که مثلا منظوری از ما نمازی که ما شما مطلبی از ما این است که مثلا نمازی ما شما میخوانیم اصلا هیچ کمک نمیکنه به شما با ما شما. میم عالی میم. چرا کمک نمیکنه؟ خب بیا خب امروز میتونم اجازه بدید بخاطری باشه میره بخاطری سایت مثال که نفرایی است که 30 سال نماز میخوانه 20 سال نماز میخوانه اون مقدر اعصابش خراب اون دیوانه ساده مردمی هستن که نماز نمیخوانن همون قسم بیمانه اعصاب خراب هیچ تغییر نمیکنن. چی میگه کمتر از استاتستیک میشم بده در دنیا چین کی هست اکثرا چی نماز نمیخوانن؟ خب باز چینا شده هستن بهتر چی بهتری مثال بده همه چیز فهرش کار مثلا مثال بده نه 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 ساچی خوب است برادر عزیز مسلمانا ترقی را فقط محدود نمیکنن به دنیا و اگر پنج وقت نماز بخونی تیج وقت نداری دو ساعت در روز تو وقت خودت تلف نه نه کجا دو ساعت مردم در نماز تا خاطر تو آمادگی میگیری میری یک دو میگیری عالی میم این وقت خیلی تلف میکنی مسجد از نگاه منطق بحث میکنم درست است به خاطر نماز نماز مهمه اول امروز کل پروداکتیویتی گرو سایکولوژی ایر قبول میکنه که ما باید در روز چندین بریک داشته باشیم که تا بتانیم درست پروڈکتیو بانیم و با منتل هلت ما خوب است. کل پروڈکتیویتی گرو ببین بخوان کتاب بارا 11 پروڈکتیویتی هک میگن خوب وجود داره که دو ریسرچ شده و هر دانش میگه اگر بخوای پروسیکیشن رو بیت کنی میتونی که یک بریک بگیری. یعنی از نگاه چی؟ یک دویم امروز کل سایکولوژی قبول میکنن که یک پرایویت تایم اندیویژوال تایم بگی انسان خوب است. اولی میم نماز فقط بالاشتن پایین شدن نیست، ای به همراه الله سبحانه وتعالی صحبت کردن است. ابر مثال میدم پایش کمک نمیکنه میکنه یه چیز خود نمیتونی تجربه کنی به این معنی که هیچ کس تجربه نمیکنه. ما بر مثال میگم کسای مثال یا کسایی که ملا امام است کسایی در مسجد زیاد میره سعی میکنی ساده اما رقم انگری اصاب چما نیست خیلی زیاد بمره. یعنی یک چیزی که تجربه شخصی تا است اگر ما نه نه اگر ما برم یک سیپ است نه ما زرد ببینم اون بعد مردم میگن کل سیپ زرد است به خاطر تجربه شخصی من سبز زرد بود لیکن ما سرخ ندیدیم سبز ندیدیم. با کسایی که خودت رابطه داشتی به این معنی نداره کل مردم هم قسم هستن. کسایی که رابطه داشتی حالی میم نماز کدوم وقت که ما میخوانیم ما اصلا به امره الله سبحانه وتعالی صحبت میکنیم وی کنورسیشن است. ما بگیم الحمدلله رب العالمین کدوم وقت که صحبت میکنی به این معنی داره که یک چیزی از سوکت بالاتر دوجه هست
و همراه از او بحث میکنی و از او هدایت میگیری. زندگی یک زندگی چالنجینگ است و همیشه با ما هدایت نیاز که ما بگیریم. مثلا یک روز میای بسیار در تکلیف هستی و سرنماز تاد میشی، سوره فاتحه را خواندی، میری پشت یک عهد، عهد میخوانی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این را میخوانی در تکلیف هستی. الله سبحانه میگه گوش کن، هر نفس یعنی سر یک نفس ما تکلیف نمنده چیز گو برداشت کردن نمیتونه، اتوماتیک ریلیف پیدا میکنی. ببین که من تکلیف دارم لیکن الله سبحانه وتعالی خالق ما هیچ وقت به من تکلیف نمندازه که من او را برداشت کردن نمیتونم. جرأت پیدا میکنی والا میتونم این تکلیف برداشت کنم. کدام وقت تکلیف هستی، کدام وقت یک چیز دیگه پیغام نیاز داری، هدایت نیاز داری، دعا میکنی، ای اصلا امروز سایکولوژیست تایید میکنن که به انسان این لازم است و به صحتش و منتل بینگش لازم است. لیکن دیگه بحث منتل بینگ نیست، یعنی ساینتیفیک بینفیتس نیست که در رکوع میری در کلیت خون میره، در فرانتل لوبت خون میره، میتونی بیتر دیسیژن بگیری، الکترونیک که ما روزانه داریم مورا دیسچارج کنی، لیکن این کلش ساید دیش است. من منیو چیز که الله سبحانه وتعالی گفته نماز بخوان، ما نماز میخوانیم به خاطری که الله سبحانه گفته. چرا؟ من مثال میدم، ما دیجا برد یک 5000 پوند برد دادم، پرسان نمیگینی که پیسه کی داده؟ پرسان میگینی به خاطر چی داده؟ اتوماتیک فکر میکنی یک چیزی توقع از ما داره. اگه او پیسه برداد چی میکنی؟ تشکری میکنی؟ کدام وقت خودانو به چشم، کدام وقت زندگی، اندام که هیچ قیمت نداره. امی چشم چند میفروشی و میخواییم بخرم؟ نه ایر میفرم. نه چند میفروشی؟ اگر چند میفروشی چشم اتا؟ قیمت میمونی؟ اگر بیدی نه بازی چشم تشکری لیاقت نداره، یک قیمی شکر گذار باشی، احکامات تطبیق کنی، احکاماتی که الله اسمه چیز نماز و نمازم به او کمک نیست، به خود کمک است. پس همیشه یک کسی که چیزی میخواه به این معنی نیست که نفر او فایده از او میکنه. من مثال میگم، یک نفر خیرات طلب میکنه، درست است؟ بر دست میگه دست بالا میکنه، این دست بالا کردن خواستن است نه؟ خواستن. اگر دی دست بالا کرد و خودت دو پیسه انداختی، پیسوز چیز نمبر تو دکتر برد میگه که این دوا را تعقیب کن، فایده کیست؟ از دکتر است یا از مریض است؟ نه خود دکتر رو خدا خیلی فرق میکنه. همین نمازی که مثلا خدا برای من چشم داده، همه وجود خلق کرده، این چیزا را، این کاملی این چیزایی که شما میگین. خب مثال اگر تو یک اولاد داری، یک اولادی یک سال داری رو کلان میکنی، این تو یک اولاد رو میخوایی که یعنی تا که زنده است تو رو باید احترام میکنه. بله. تو رو ورشپ کنه. ورشپ نه، احترام کنه. احترام کنه. خود درسته ولی نه که هر روز پنج دفعه اینجا تو رو که این رحمه. نه همه چیز حدود حد داره. پنج دفعه مثال گفت تو از خدا تشکر میکنه، این نیاز نیست که پنج دفعه از خدا اجازه بده. من بر این فقط محدود نکو، این رو به دیده شوه که الله سبحانه وتعالی گفته ما باید کار بکنم. نمبر 1 اول میام کل مردم قبول میکنن که روز تا وقت شروع کو. اسلام چی میگه؟ صبح وقت بخیز نماز بخوان و بعد از او خو کدمی تونی، حرام نیست، در اختلاف است، یکان شاید انتخاب کنن، لیکن برو زندگیت پیش بر، پیشین باز بیا 5 دقیقه رب خود داشته باش، دیگر همچنان، شام همچنان، خفتن همچنان، به خاطر که این تقسیم اوقات روز انتخاب شده. یک نفر که صبح نماز نمیخونه و صبح او 11 بجه میخیزه، اون نفر کامیاب است، یک نفر که 4 بجه میخیزه از دیگه تقسیم اوقات. اگر امروز مثلا مقایسه کنید کسایی که نماز میخونه او کامیاب نیست، چی گپ میزنی؟ چرا مثال گپ امی کشورای اروپا یک سال نماز نمیخونه؟ نه کشورای اجازه بده، اجازه بده، بهتر زندگی. نه اجازه بده، زندگی تاریخ و کشور محدود نکو. مردم امروز امی اروپا 1000 سال مید ایول تایم داشت، 1000 سال مسلمان ها نداشتن دین خود. مثلا یعنی مید ایول تایم یعنی بنیادی شیطانی وقت داشتن 1000 سال. اینا علمی بدبختی ها را داشت و دینا نابود کرد. اجازه بده، بنیادی که امروز که دنیا دا ایجا رسیده، اگه او الجبری هسته، اگه او کمپیوتر هست، این لنس از لپتاپ هست، کی مانده؟
نه نه خوره نه یعنی این ای راه باید مسلمان چرا نه چرا ای ای کار ای لنز از کیست؟ نه نه این میگه ای لنز کیست میگه ابن الحیتم کی جور کرده؟ در کشورهای غربی مثال بده ای رفلکشن اف لایت ابن الحیتم کی جور کرده؟ ابن الحیتم میگه آه نه نه خو خلاص شده او کدوم چیزی او ابن الحیتم درست نیست هست نات نه گوگل سرچ کو امیالی گو در گوگل قرآن ایت نیست کل مردم ها بره سعی کنه خود دم میخوای سعی کنی پنج وقت نماز اصلا نیست در حدیث من کامل قبول دارم خب ولی در قرآن پنج وقت نماز نیست ایر بحث میکنیم در قرآن در مختلف جای آمده لیکن در حدیث گفتش نه خلاص شد ولی خود حدیث قبول نداری پیش از مثلا نه 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 یک دقیقه خود حدیث قبول داری حدیث نباید قبول کنی خاص چرا باید قبول نکنی به خاطر حدیث که هست یک چیزایی هست که مثلا 400-250 سال پیش بعد از پیامبر نه 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 بسیار معذرت میخوام 250 سال نه 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 کدام سیل بخاری سیل بخاری کدام سال آمده 250 سال بعد از حبیبی سیل بخاری تبع تابعین بود the third generation بود حدیث مثلا میفهمی حدیث چی معنا داره سنت حدیث تشریح پیروی نه نه بعد تشریح کنم حدیث چیست اولی بفهمون خو حدیث یک چیز ساده است که میس یک کتاب است خو میس نه 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 اینو بعد تشریح کنم برات خب حدیث یک چیزی که رسول صم عمل خودش انجام داده بعد پیغمبر یک چیزی که اجازه داده یک چیزی که امر کرده و یک چیزی که تایید کرده درست است یعنی کاتگوری چهار این جنرال گفتم میتونیم ما ای اعمال مردم ای اعمال خودشان میکنن در مو وقت حتی امام شافعی ای را میگرفت که مردمی که در مدینه زندگی میکنن کل اعمال میگفتن که اجماع مدینه حدیث است یک مثلا میبینید که مدینه چه رقم میکنن مدینه مردم مدینه این مثلا چه رقم انجام میدادن و او مردم ای اعمال را پاس کردن تا امروز نان بمره از راست بخو چه رقم پیش بری ای کلش حدیث است و نمیشتنش در وقتی ما سازم خود که زنده بود کم پلش ده بودن کل صحابه حتی 80 صحابه بودن که را نوت میکدن فقط امام بخاری یه حدیث ها را گرفته و امام بخاری در تبع تابعین بود در سک تر جنریشن بود او در دریم سه سال باند آمده حبیبی نه 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 خیلی غلط میگم او فقط این را کمپایل کده ارگنایز کده مثلا حدیث باب الصلاه باب غسل او را ارگنایز کده این نبود که او حدیث ها وجود نداشی جو پیداش کده نه او فقط حدیث ها جمع کده ارگنایز کده کتاب واری پیش از امام بخاری المواطع بوده الام بود همینطوری کتاب دیگه علما بودن سفیان الثوری بودن کتاب عطا بود حدیث های عبدالله بن عمر بود حدیث های ابو حریره بود حدیث های عزت عائشه بوده یعنی این نیست که امام بخاری از کلش از جیب خود نمیشته کده نه این غلط است حال ای را ایران بگو چرا باید حدیث قبول نکنیم به خاطر اینکه مثال که پنج وقت نماز در حدیث است درست است کلیر اونم که نشته است چرا باید حدیث قبول نکنیم تو نمیتونی پنج وقت نماز لازم نیست چهار چیز قرآن باشه به خاطر پیش نه. از اجازه بده نه چرا باید حدیث قبول نکنیم ظهر به خاطر مسلمانا سورسون قرآن و حدیث است یک چیز در حدیث است قبول است یک چیز در قرآن است قبول است لیکن چرا باید حدیث قبول نکنیم امیر جواب کن باید چیزای حدیث چیزایی که در حدیث نشته است در قرآن مقایسه کنیم یعنی اگر آیا قرآن گفته که شما پنج وقت نماز نخوانین قرآن مثلا سه وقت آیا قرآن گفته که پنج وقت نماز نخوانین نه 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 خلاص شد خود حدیث ها یعنی اگر یک عمل در حدیث است و قرآن رو رد کرده باز میگی میده تکر است لیکن اینطوری چیزی نیست که در بین حدیث و قرآن کدام تکر وجود داشته باشه خب چرا با قبول نکنیم نه خیلی چیزا که مثلا اون چیزا که در قرآن اگر چیزای ما در قرآن پیدا میکنیم نباید پشت حدیث بگیریم یک قرآن تلگرافیک مسیج است قرآن برد میگه نماز بخوان حدیث برد میگه که چه رقم بخوانی طریقیش وضویش تفسیر امو گپ در عمل بر نشان داده اگر خودت بگی نه چیز قرآن تعقیب کنیم خب چه رقم نماز بخوانیم مثالی که سنگسار در قرآن نیست یک عمل او بحث جدا او بحث تبدیل نکنیم ایره بگو که چرا باید حدیث تعقیب نکنیم
به خاطر خیلی جنجال داره. یک مثال بده، یک مثال بده. مثال اگر ما پیرو قرآن باشیم فقط سه وقت نماز میخونیم خلاص شد رفتیم. امیر بگو که چرا به حدیث تعقیب نکنیم، چی جنجال داره؟ به خاطر مثال اگر روی خود پی باشین این حدیث است. خیلی چیزا علی این خوب کلش خیلی زیر چتر ای اومد، چی جنجال داره؟ جنجال و چرا به تعقیب نکنیم؟ نه چرا به تعقیب نکنیم؟ یک چیز خیلی کم، یک چیز اجازه بده. کدام وقت که یک سورس قبول میکنی او را مکمل قبول میکنی، یک چیزی که رد میکنی او را مکمل رد میکنی، درست است؟ مثلا خودت ما قبول میکنی مرد هستی، ما تو اگر کدام وقت تایید کردم که زن هستی بعد میگم نه زن هستی. کدام وقت که حدیث میگی که حدیث یا جنجال داره و یا جنجال نداره؟ جنجال. اجازه بدید کدام وقت که جنجال نداره باید کل چیز قبول شوه، کدام وقت که جنجال داره باید جنجال است واضح شوه کی جنجال داره. امیر تشریک کن. جنجالی است که خیلی چیزا در حدیث است ما نیاز ندارم. مثال گفت سنگسار، او بحث جداست. خب او جداست. اگر کدام وقت نه اجازه بده، کدام وقت که اتوریتی حدیث قبول داری، حقیقت حدیث قبول داری، خیلی چیزایی که ما نیاز داریم میتونیم بگیریم، اگر نیاز نداریم پس رفتیم به بحث اولی. چطور میفهمیم که ما نیاز داریم و نیاز نداریم؟ این فیصله کی میکنه؟ وی قدر طول میکشه این بحث زندگی انسان. من گفتم نه، به می خاطر باید اول این را حدود کنیم، یعنی بانیم سر سنگ بسیار کلان که حقیقت چیز کدام وقت که حق و باطل انتخاب کردیم و کدام وقت که حق با ما انتخاب شد که حق همه چیز میگه باز پیش میریم. خمی چی میگم نه؟ اول این را باید تسلیم شویم که قرآن و حدیث حق است. کدام وقت که این شد که همه هر چیزی که قرآن و حدیث میگه و تعقیب کنیم. اگر این را تعقیب کردیم، یعنی این را استابلش کردیم که حق نیست، باید این چیز تعقیب نشود. نه امروز خیلی مسلمان ها مثلا یک ما تنها نیست، ما تنها نیست، خیلی مسلمان ها حدیث و قرآن میخوانه میگه این برای امروز نیسته، این برای او را عالی. ما میتونم بگویم که خیلی مسلمان ها نه، خیلی مسلمان ها از دو که زیاد مسلمان میگن که این به 1400 نه امروز هم تطبیق شده است. باز اگر پیش دموکراسی میری میگه که زیاد فیصدیش مردم میگن که این باید امروز تعقیب شوه. زیادترش میگن. خب باز اگر پیش زیادش میری، خب این مثلا نمی کسایی که مثلا 20% است، خب 20% تا 30% میگن وازی زیادتر میشه. سال امروز پیو ریسرچ کرده هر روزی که مثلا مردم زیاد هرچی زیاد مطالعه کنه. نه. زیاد هر وقت که اجازه بده فکرش باز اجازه بده. نه مردم که زیاد مطالعه میکنه طرف اسلام میه. کدام وقت که من مطالعه نداشتم، من از اسلام قاگی نداشتم، کدام وقت که مطالعه کردم طرف اسلام اومدم. میتونم باز هزار مثال بزنم. مثالی که به میال ترکیه رو مقایسه میکنیم، مال اینجا خصدش نماز نمیفهمه. خب بخاطر اکثرا چی علی ای به این معنا نداره که اونا در حق هستن. یک کسی که کار نمیکنه، ما بر مثال زیادتر مردم دوا نمیخورن، ای به این معنی نداره که اونا در حق هستن به خاطر به دوا خورده نشوه. متوجه هستی؟ اصل در سورس به دیده شوه که چرا به دوا خورده شوه. یک دفعه که استبلش شد، کسایی که نمیکنن اونا کار خودشان است. من به نظر خودم، خودت باید یک ابجکتیف نظر داشته باشی از این موضوع. نه به خاطر خودت موضوعی فکر میکنی، سبجکتیولی فکر میکنی. همه چیزا رو ما دیدیم، نتیجه همه چیزا دیدیم، شریعه رو نتیجه شد دیدیم. نه یا اجازه بده، چیزا دیدیم که سعودی مردم کمک نمیکنه. نه سعودی عربیا 100% هیچ وقت شریعت تطبیق نکرده. افغانستان 100% هیچ وقت شریعت تطبیق نکرده. اگر امروز نزاع اومده باید بهش وقت داده شوه، دیده شوه. اگر اینا هم 100% شریعت تطبیق نکنن باز زیر سوال میان. لیکن شریعت خودش آیا خوب است تطبیق شده نیست؟ به خاطر اینکه شریعت یک نظریه است. شریعت نیست که ما باید بگیم که چاکلیت از این شریعت است. نه، این نیست که خوردم. نه، شریعت مثل یک نظریه است، او باید دیده شوه و او نظریه تطبیق شده. وقتی محمد صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین، اونا بهترین وقت داشتن. در وقت ابن عمر حتی اونا اقدر وقت خوب داشتن که کس نبود که زکات بگیره و میرفتن سر کوه امیدانا را میچیندن به خاطر که مرغا گوش نره. یعنی شریعت بوده
امی شریعت سر اندلوسیا حکومت کرده و مردم دوی ترقی یافته بودن. در هندوستان 800 سال حکومت شده و هندوها بسیار ترقی کردن و یک شم کشته نشده بود. امی شریعت فلسطین و مسجد الاقصی رو نگاه کرده و دوی یهودی ها و عیسوی ها رو نگاه کرده. امی قانون شریعت بود. امروز که یک قانون که تطبیق شده و نیم دنیا را زیادترین وقت سرش حکومت کرده و شریعت اسلام است. نه این چیزایی که مثلا میگی اسناد خوب نداریم و چه واقعا مثلا رد کو نه رد کو ولی ردش کو با دلیل ولی امروز قانونی که مثلا ما شریعت میگیم هیچ کس قبول نمیکنه. اون که باز میگی هیچ کس خودت میگی هیچ کس قبول نمیکنه. میگم زیاد مردم قبول میکنن. نظری نک موضوع را راست میگم یه اشتباه کردم. خیلی قبول نمیکنه ولی اگر قبولم بکنه در نفعش نیست. یک چیزای خیلی مشکلات میاره. مغز انسان اگر... بستن میکنه. باید آزاد باشه. ما نمیگم پیش برد گفتم نه آلی فکر میگم مغز من بسته است. اگر تو بخوای که نه چه رقم بسته است؟ نه صبر اگر بخوای کل جامعه را مثل خود نگاه کنی واقعا مغز بسته. من میخوام کل جامعه دین را تعقیب کنم. بله اگر این رقم باشه به چی بستگی است؟ خب بگو چی بستگی است؟ اجازه بده هر نظریه میخواد که سردگرا تطبیق شود. دموکراسی به خاطر دموکراسی کشورها بمبار میشن یا نو کشور مسلمان بمبار میشه که دموکراسی داشت کمشون بندازن به خاطر لیبرالیسم میکار میشه. یعنی هر نظریه همیشه ایوانجلیکال است. یعنی ما میگم چرا مردم اسلام را تعقیب کنن؟ به خاطر کامیاب باشن در دنیا. ما نمیگم زندگیشون ما دور کنن چیز نکنن. نه ما میگم زندگی که فیل دارن دیگه مقبول کنن دیگه خوبی برش میخوام. ما برنامه بیا زیر سنگ زندگی کو. اگر فکر میکنی من بکورد هستم باز بیا مساوی کو. یعنی چی ما پس رفته فکر میکنی که خود ماشاءالله بهتر هستی؟ نه نه بخاطر اندیویژوال اگزمپل. نه نه بخاطر در کشورهای مثل کشور انگلیس یا خیلی کشورهای اروپایی زندگی میکنی؟ نه میکنی زیاد وقت زندگی نکردیم. این معنا نداره زندگی میکنی. یکی مثلا یکم مطالعه کردی. خب بی اول گفتی که مردم مطالعه میکنن اسلام دور میرن. حالا گفتی که مطالعه کردی به اسلام نزدیک شدی. نه خودت سر خود گل میزنی. نه نه ایر مد کامل کل کشور گفتی. اگر مثال کشور مذهبی باشد نمیتونه ترقی کنه. چرا نه؟ دلیل بگو. نه به خاطر کلا مردم مغزش دهی چیزای مذهبی. نه 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 مذهبی چی بگو این چیزاش بد است. درباره نماز خواندن درباره اینو خوب واضح کردیم. اینو واضح کردیم. ترس دنیا چیز خوب است. ما برات مثال میگم. ترس مرگ آخرت چیز خوب است. ما برات مثال میگم. خودت در جای